به نام یاد خدا باز هم خوش آمدین به کورس دیتابیس دیولپمنت 1، توسعه دیتابیس 1. موضوعی که قبلا شرح داده شد SQL کلاسز بود که 4 کلاس، پیر کلاس، آردر بای کلاس، گروپ بای کلاس و همچنان هاوینگ کلاس از جمله مهمترین کلاس هایی هست که بیشترین کاربرد در زبان SQL داره و 2 کلاس از اول ویر کلاس و آردر بای کلاس قبلا عملا کار شد و ما نتیجه شدیدیم و حالا میپردازیم به کار کردن با گروپ بای کلاس و همچنان هاوین کلاس. به خاطر کار کردن باز هم به محیط MySQL داخل میشیم و در اینجا هم به خاطر کنکشن /c یا /connect یوزر که استفاده میکنیم root at local host. در صورتی که پسورد نداشته باشه انتر میکنیم و به خاطر که به محیط SQL بریم /sql. خب به خاطر استفاده کردن دیتابیس های موجود میتونیم که ببینیم با استفاده از دستور show databases دیتابیسی که میخوایم در این قسمت استفاده کنیم دیتابیس AIT است و این لیست از دیتابیس ها یا DBMS هایی است که از قبل ما این دیتابیس ها را در این DBMS ساختیم. به خاطر فعال ساختن از دستور یوز استفاده میکنیم. خب حال لوکال هاست /AIT آماده هست یا آماده کار کردن است، فعال شده. به خاطر ببینیم کدام جدول ها را داره، باز هم شو تیبلز. خب در اینجا ما دو جدول می بینیم، یکی جدول instructors و همچنان جدول teachers در رابطه به استادا هست و همچنان جدول دیگه هست که در این قسمت ساخته شده. می خواهیم که محتویات جدول رو ببینیم، باز هم select ستاره from teachers. خب محتویاتی که در جدول teachers قرار داره، در جدول teacher وجود داره، در این قسمت بر ما نشان داده شد. همین قسم اگر جدول دومی رو ببینیم، این جدول استادا هست و این هم یک جدول دیگه هست که دو جدول برای جدول استادا در این قسمت ساخته شده. خب حالا کار که ما میکنیم، ما میخواییم که در صورتی که از ما خواسته شده باشه که در این جدول مجموعه معاشات استادا به دست بیاید و یا گفته شده که مجموعه اوورتایم به دست بیاید، تعداد استادا و همچنان بلندترین معاش یا کمترین معاش. خیلی ساده ما از گروه فنکشن ها که در درس‌های گذشته کاور کردیم میتونیم استفاده کنیم و از این جدول بلندترین معاش یا کمترین معاش یا هر گروه فنکشن دیگه که خواسته باشه استفاده کنیم. اما در صورتی که از پیش ما خواسته شده باشه که بلندترین معاش استادا رو پیدا کنین در هر دیپارتمنت، طور مثال در دیپارتمنت IT بلندترین معاش چند است، در دیپارتمنت دیتابیس بلندترین معاش چند است، پس در صورتی که اقسم یک موضوع داشته باشیم بخواهیم که جدول به گروپ ها به اساس دیپارتمنت تقسیم کنیم و بعدا از هر دیپارتمنت جدا جدا بلندترین معاش یا حد اوسط معاشاتش رو پیدا کنیم. به این خاطر ما از کلاسی که خیلی کاربرد داره در زبان SQL و استفاده میکنیم عبارت از گروپ بای کلاس هست. باز هم دستور select و در اینجا ستون را نام میگیریم یا فیلد را، اتریبیوت را در جدول ذکر میکنیم که ما به اساس از او میخواییم جدول ما به شکل منطقی گروپ بندی شود. طور مثال ما میخواییم به اساس ستونی که به نام دیپارتمنت هست. خب select department. حالا گروپ فنکشن چیزی که از پیش ما خواسته شده این قسمت ذکر میکنیم، آیا تعدادش خواسته شده، مجموعه معاشاتش خواسته شده، حد اوسط معاشات خواسته شده یا به بلندترین معاش که در اینجا وجود داره خواسته شده. خب فرض کنیم که از پیش ما حد اوسط معاشات هر دیپارتمنت جدا جدا ساخته شده. حد اوسط معاشات AVG salary، خب from از کدام جدول؟ از جدول teachers. خب بعدا کلاسی که استفاده میکنیم کلاس گروپ بای. حالا در اینجا ستون را ما ذکر میکنیم، فیلد را ذکر میکنیم که ما در قسمت select list هم ذکر کردیم، یعنی ما نمیتونیم ستون را در اینجا ذکر کنیم که یا در select list ستون باشه که در قسمت گروپ بای وجود نداشته باشه. گروپ بای دیپارتمنت. خب
حالا میبینیم که ما 3 دیپارتمنت داشتیم و از دیپارتمنت دیتابیس جدا هدفش آمد و از دیپارتمنت آیتی جداگانه و این قسم از دیتابیس رو جدا. فرض کنیم که از ما خواسته میشه که تعداد کارمندایتون یا تعداد استادایتون رو بر ما بگوین که چند استاد دارین. خب ما میتونیم باز هم دستور سلکت به خاطر که تعداد هر استاد پیدا کنیم، ما میتونیم از دستور کاونت سلکت کاونت ستاره فرام تیچرز. در این قسمت برنامه یه که در جدول ما 14 استاد هست، اما این تعداد عمومی هست، یعنی از تمام دیپارتمنت های ما تعدادش 14 هست. در صورتی که از ما خواسته شده باشه که تعداد استادای دانه در هر دیپارتمنت راپور شه بر ما بدین، مثلا از این 14 نفر چند استاد در دیپارتمنت دیتابیس هست، چند استاد در دیپارتمنت آیتی قرار داره و همچنان چند دیتابیس مربوط وب میشه. پس به این خاطر ما باز هم در قدم اول ما باید جدول گروه بندی کنیم به اساس دیپارتمنت، بعدا از هر گروه تعداد استادایش جداگانه دریافت کنیم. دستور سلکت حالا نام ستون یا فیلد را ذکر میکنیم که به اساس از اون میخواییم گروه بندی صورت بگیره، مثلا سلکت دیپارتمنت. خب بعدا فنکشن یا گروه فنکشن کاونت میتونیم به اساس یک ستون بگیریم یا میتونیم کاونت ستاره تا تمام ریکارد های جدول بر ما نشان بده. خب در این قسمت کلاس فرام هست که از کدام جدول؟ از جدول تیچرز. خب گروه بای به اساس کدام ستون میخواییم گروه بندی کنیم؟ ستون رو در اینجا باید ذکر کنیم که در قسمت سلکت لیست ذکر شده، دیپارتمنت. یعنی به اساس دیپارتمنت ها استادای ما گروه بندی شوند، هر دیپارتمنت یک گروه شه و از هر گروه بر ما تعدادشان در نتیجه نشان داده شوند. در این قسمت بر ما با نتیجه که قبلا دیدیم با این فرق داره. در اینجا بر ما میگه که دیتابیس ببخشید دیپارتمنت که به نام دیتابیس از 3 استاد، دیپارتمنت آی دی 7 استاد و همچنان دیپارتمنت وب 4 استاد داره. ما میتونیم که به اساس فعلا قبلا و از پیش ما قسم خواسته شده بود که تنها دیپارتمنت قسم خواسته شده بود که تنها تعداد و تمام استادا چند است، اما در اینجا بر ما گفت که از هر دیپارتمنت جدا جدا تعدادشان در راپور یا در گزارش بیه. خب اگر از پیش ما یک راپور عمومی خواسته شود که از هر دیپارتمنت بلندترین ماش، مجموعی ماشات، حد اکثر ماشات و همچنان تعداد استادا در یک تعداد استادایی که در یک دیپارتمنت قرار دارن نشان داده شود، باز هم ما میتونیم که چندین گروه فنکشن هم در یک سلکت استفاده کنیم. سلکت باز هم دیپارتمنت. حالا فرض کنیم که در قدم اول تعداد خواسته، در قدم دوم مجموعه معاشات خواسته، سم سالری، در قدم سوم فرض کنیم که مجموعه اوورتایم خواسته، سم اوورتایم. به می شکل بلندترین معاش در هر دیپارتمنت و همچنان کمترین معاش مین که از کلمه مینیمم گرفته شده، مین سالری، و در صورتی که اوریج هم خواسته شده باشه، یعنی ای وی جی سالری. خب ما دیپارتمنت اکاونت هم مجموعه معاشات، هم مجموعه اضافه کاری ها، بلندترین معاش، کمترین معاش و همچنان حد اوسط معاشات در اینجا ذکر کردیم. حالا در اینجا برش میگیم که فرام از کدام جدول؟ از جدول که به نام تیچرز است. خب بعد از فرام در این قسمت ما از گروه بای یا فنکشن گروه بای استفاده میکنیم، گروه بای دیپارتمنت. خب چیزی که در اینجا میگه اشتباه شده، سالری در یک قسمت در فیلد لیست سالری اشتباه شده. خب ما میتونیم که در اینجا ایره اصلاح کنیم سالری. حالا زمانی که انتر میکنیم میبینیم نتیجه را که دیپارتمنت دیتابیس تعداد استادش 3 استاد است، مجموعه معاشاتشان 41000،
مجموعه اوور تایم اضافه کاریشان 9000، بلندترین ماش در دیپارتمنت دیتابیس 20000، کمترین ماش 10000 و همچنان حد اوسط ماشاتشان هم 13666. به می شکل دیپارتمنت آیتی و همی شکل دیپارتمنت وب. یعنی ما در یک راپورت آنستیم که از هر دیپارتمنت تمام معلوماتشان از قبیل مجموعه ماشات، حد اوسط ماشات، بلندترین ماش، کمترین ماش دریافت کنیم که ما میتونیم از الیاس نیم هم در ایج استفاده کنیم و به هر دیپارتمنت تعیین کنیم که الیاس نیمش به کدام نام در تایتلش بیایه. خب موضوع دیگه ای است که ما میتونیم بعض اوقات گروه بندی را به اساس دو فیلد هم انجام بدیم. طور مثال ما جدول داریم به نام instructors، در اینجا ما یک گروه بندی را میخواییم به اساس دیپارتمنت ها انجام بدیم و درجه بندی دوم به اساس دیگری انجام بدیم. به این معنی که یک بار جدول ما به شکل منطقی گروه بندی شود که دیپارتمنت آیتی یک گروه شود و بعدا به داخل دیپارتمنت آیتی باز هم استادا دو گروه شود که یک گروهش کدام استادا هست که دیگریشان ماستر است و کدام استادا هست که دیگریشان بچلر است. پس به این خاطر ما میتونیم که با استفاده از گروه های توسط دو ستون هم گروه بندی را انجام بدیم. باز هم select department، بعدن degree، خب بعدن count. ما میخواییم تعداد هر department، تعداد استادش، تعداد ماستر جدا و تعداد بچلر یا همین قسم اگر دیگری های مختلف باشه پیشتی هر کدام جدا جدا دریافت کنیم. خب from از کدام جدول؟ از جدول instructors. خب گروه بندی به اساس کدام ستون ها شود؟ گروه بای، اول گروه بندی به اساس دیپارتمنت، بعدا به اساس دیگری. خب حالا میبینیم که دیپارتمنت وب دوباره آمد، دیپارتمنت آیتی هم دوباره آمد و همچنان دیپارتمنتی که به نام دیتابیس است این یک بار آمد، چون در اینجا استاد ماستر وجود نداره، فقط سه استاد که هست تمامشان دیگریشان بچلر هست و آیتی تعداد ماسترها در آیتی سه استاد است و تعداد که بچلر یا دیگریشان بچلر هست دو استاد است. به می شکل وب، یعنی ما میتونیم گروه بندی را به اساس بیشتر از یک فیلد یا بیشتر از یک ستون هم انجام بدیم. خب این بود کار کردن با کلاس گروه بای، که ما از گروه بای چطور میتونیم به اساس گروه بای در یک ستون گروه بندی را انجام بدیم یا به اساس دو ستون انجام بدیم. در درس بعدی انشاءالله موضوع محدود نمودن گروه ها را کور میکنیم.